موضوع جلسه سوم دوره روزنامه نگاری فکت محور و روزنامه نگاری شهروندی یک پرسش اساسیه و اون هم اینه که آیا روزنامه نگاری مستند با روزنامه نگاری متعهد در تضاده؟ آقای حسین باستانی سعی میکنن این پرسش رو باز کنن و به اون پاسخ بدن. هدف این دوره آموزشی بازخوانی مجموعه ای از قواعد روزنامه نگاری فکت محور هست، چون که فکت ابزار کار اولیه کار اطلاع رسانیه و اگر از همون ابتدا نسبت به فکت ها و قواعد استفاده از اونها بی اعتنا باشیم، احتمالاً این عادت رو در دراز مدت هم حفظ خواهیم کرد. توانا کلاس ها و وبینارهای دیگه ای هم در حوزه روزنامه نگاری برگزار کرده که میتونین از طریق وبسایت ما به اونها دسترسی داشته باشین. با هم بخش انتهای جلسه سوم رو میبینیم. من و کسای دیگه که مثل من فکر میکنم، گفتم 10 نفر آدم پای کار میتونن این کارو بکنن. ماها میریم در قسمت کامنت گذاشتن رسانه‌های معتبر دنیا، چون بعضی از رسانه‌ها هستن که به هر حال امکاناتی رو ایجاد کردن برای اینکه مردم بیان نظرات خودشون رو بذارن. اون جاهایی رو دارم میگم که بدون سردبیری میشه چاپ کرده، کامنت میشه گذاشت که منتشر بشه. ماها میریم در اینجاها شروع میکنیم اون ادعا رو منتشر کردن. البته خیلی از اینها در واقع مادریت میشن بعدن، چون ممکنه که حاوی اتهام شخصی باشن حذف میشن، ولی به هر حال تا وقتی حذف نشده اند ما این اتهامات رو منتشر میکنیم و بعدم ازش عکس میگیریم میذاریم در سایت های خودمون و میگیم ببینید این در گاردین چاپ شده، این در این نشریه چاپ شده. و تحلیل هامون هم زیرش می‌نویسیم. این اتفاقایی که میگم اتفاقایی که موارد عینیش رو میشه واقعا نمونه‌های متعدد راجبش مثال زد. در سرچ گوگل و در خیلی از موتورهای جستجو مثل گوگل قاعده‌ای وجود داره که معمولاً یکی از چیزهای تعیین کننده در این که مطلبی در سرچ در بالا دیده بشه یا این که در پایین دیده بشه، یعنی وقتی شما یه چیزی رو سرچ میکنید جز اولین چیزایی باشه که میبینید یا اینکه نباشه، تعداد لینک هایی که به اون مطلب داده شده. یعنی فرض کنید بنده ادعای دروغی منتشر میکنم، 9 نفر دوست دیگه هم اونها در وبسایت های خودشون، ماها شروع میکنیم به همین مطلب دروغ لینک دادن، متعدد این کار رو میکنیم و کسانی دیگه هم که به هر حال این خبر به نظرشون جالب اومده این لینک دادن رو تکرار میکنن. این لینک دادن ها و خب مخصوصا اینکه ماهیتش ماهیت خیلی هیجان انگیزی باشه و مخاطبان هیجان زده رو تحریک بکنه و اونها بازنشرش بکنن در صفحات فیسبوکشون، در شبکه‌های اجتماعی، در وبلاگ‌هاشون و در جاهای دیگه، نهایتا میتونه کار رو به جایی برسونه که ما 10 نفر آدم پایکار دروغی رو که خودمون ساختیم و به هم دیگه لینک دادیم و در جاهای دیگه هم منتشرش کردیم، این در سرچ‌های گوگل جز اولین نتایجی باشه که شما وقتی اسم اون آدمو سرچ می‌کنید ببینیدش. به لحاظ تئوریک در الگوریتم های جستجوی موتور های جستجوی امکان وجود داره که یک همچین مطلبی بالاتر از، فرض کنید که معتبرترین دانشگاه دنیا یک تحقیق رو منتشر بکنه که تایی اون تحقیق به اونجا میرسه که یک همچین اتهامایی کاملا دروغ هستن، ولی شما میتونید به عنوان یک جمعیت اکتیویست که به همدیگه دارن فعالانه لینک میدن کار رو به جایی برسونید که مطالب وبلاگی شما یا در وبسایت های شما به مراتب بالاتر از اون تحقیق دانشگاهی در سرچ ها ظاهر بشن. یعنی نتیجهش این بشه که واقعا اگر کسی 10 سال بعد هم میخواد راجع به موضوع تحقیق بکنه، به اولین چیزی که میرسه اتهامایی که شما مطرح کردید. این در مورد بدنام کردن آدم ها صادقه، در مورد خبرهای بیپای و اساس صادقه، مخصوصا که اگه اون خبرهای بیپای اساس به دلایل سیاسی مطلوب افرادی باشن طبیعتاً بیشتر دوست دارن که اون رو بازنشر بکنن. در مورد تئوری‌های توطئه صادقه و نتیجه‌اش اینه که خیلی از افرادی که پیگیر اینجور اتهام زنی‌ها، پیگیر اینجور تئوری‌های توطئه و امثال اونها هستن، که یک ویژگی خیلی از این افراد اینه که به صورت منسجم و کمپینی کار میکنن، کاملا این قدرت رو پیدا میکنن که بعد از مدتی چیزهایی رو وارد حافظه جمعی مردمان دنیا بکنن، بلکه عجیب و غریب‌ترین چیزها.
شما بر این مبنا اگر که مثلا فرض کنید که در 20 نفر آدم پای کار دور هم دیگه جمع بشید، بخواید اثبات بکنید که نه اینکه اثبات بکنید، بخواید این نظریه رو در بین ایرانی ها، نه همه ایرانی ها، در بین بخش زیادی از مخاطبان فارسی زبان و ایرانی ها این مطلب رو جا بندازید که مثلا رئیس جمهور آمریکا مسلمانه. شما با استفاده از همین الگوریتم ها، همین لینک دادن ها به هم دیگه، همین چاپ کردن های پی در پی مطلب در جاهایی که در اختیارتون است، میتونید اگه الان شروع بکنید 6 ماه بعد کار رو به جایی برسونید که بخش مهمی از ایرانی ها متقاعد بشن که اوباما مسلمونه. خیال نکنید که کار عجیبی، در هم در کشور خود اوباما این اتفاق در سطحی افتاده. در سال 2012 انتخابات ریاست جمهوری 2012، قبلش یه نظرسنجی صورت گرفت که نشون میداد که 1/6 کسانی که برای انتخابات 2012 آمریکا ثبت نام کرده بودن، یعنی میخواستن رأی بدنشون تو آمریکا، باید واسه یا کشورهای غربی باید برای رأی دادن قبلش ثبت نام کرد. مثل ایران نیست که شما فقط برید و رأی بدید. در نتیجه کسی که میخواد ثبت نام بکنه، میخواد رأی بده، به هر حال ثبت نام اول باید بکنه، یعنی اینکه به هر حال یک تصمیمی که از قبل راجبش فکر کرده. 1/6 کسانی که برای انتخابات ریاست جمهوری و برای رأی دادن ثبت نام کرده بودن، معتقد بودن باراک اوباما مسلمونه در کشور خودش آمریکا. احتمالاً تحت تاثیر چیزهای روحوایی که مثلا بعضی از سایت‌های محافظه‌کار یا نومحافظه‌کار آمریکایی منتشر کرده بودن برای اینکه خوششون نمیاد از سیاست اوباما. وقتی در کشور آمریکا این کارو میشه با 1/6 رأی دهنده کرد، شما مطمئن باشید که در ایران اگر یه جماعتی واقعا پای کار باشن، همین رو میتونن به نصف جمعیت هم به باورونن. و نمونه های زیادی رو میشه مثال زد از باورهای عجیب و غریبی که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف دنیا و در سطح جهانی خیلی ها بهش معتقد هستن، بدون اینکه کوچکترین پایه و اساسی داشته باشن. یکی از سوالا، یکی از کاربرا در واقع نوشتن، در ممکنه حالا بخشی از این سوالا هم شاید در این صحبتتون پاسخ بدید، ولی من میخونم حالا اگر که گفتید که در هیچ. در یکی از کاربرا نوشتن در فضای ایران که صداقت خبری و منبع خبری موثق مشکل اصلی روزنامه نگاری است، تشخیص و اعتماد به صحت خبر و فکت چطور میسر است؟ یکی از سوالا هستش. سوال دیگه در واقع پرسیده شده که شما فرضیه خودتون رو در مورد مطلبی که برای محاکمه احتمالی فرزندان جنگ نوشتید، فرضیه رو چطور دست آورید، فرضیه رو چطور دست آورید؟ بله بگم نگه با سلام میشه اینو تحلیل کنیم که گفتن یا رسالات در صفحه گزارش خود با نگاهی متفاوت به مسئله حمله به دفتر نشریه اشاره کرد. دفتر و بالای برداری از جوانب مختلف آن عنوان داشته که قتل ثبت کنندگان نبی اکرم پدیده مبارک از فعل این ماجرا دانسته و انسان آن را از پایدان جدا ساخت، یعنی گفتن که فعلش در واقع از پایدانش جدا است. و سوال دیگه هم ندارید، فقط یکی از کاربران سایرت دنبال هستن که شما نام منبعی که معرفی کردید رو اشکال کنید که نوشتن من اینترنت رو دیگه کردم و چیزی پیدا نکردم. ببخشید در مورد کدوم ممکنه بگید آخری رو؟ در واقع من نمیدونم کدوم رو نوشته که فورس افکت یا فورس افکت یا فورس افکت این رو نوشتم که مثلا من یه همه رو سرچ کردم و چیزی پیدا نکردم. نمیدونم کدوم موضوع بوده. بله اسپل نام ایشون البته یه اسم وسط هم داره که اسم وسطش الان تو ذهنم نیست، ولی اسپل اسم ایشون چارلز همون اسم انگلیسی F-O-R-T هست. ها اگر که بعدن بتونم، یعنی اگه مشخصات این دوست رو نگه دارید، یه برنامه رادیویی علمی فرانسوی هستش که در واقع به تئوری‌های مختلف، یعنی از اساتید مثلا فرض کنید که چیز رو دعوت میکنه، اساتید مربوط به رشته‌های مختلف رو دعوت میکنه و بحث‌های علمی رو در زمینه‌های از جمله نحوه تاثیرگذاری رو افکار عمومی در واقع تو برنامه‌های نیم ساعته یک ساعته ادامه میدن. لینک اون برنامه رو من
بذاریم. آره من لینک اون برنامه رو میتونم بفرستم، البته به زبان فرانسه است این. البته چارلز فورت به هر حال اسمش رو راحت میشه سرچ کرد. میگم یه چیز، یه اسم میدل نیم هم داره که اونم من میتونم واسهتون چیز کنم، مطمئن نیستم. ولی مثلا اون برنامه مفصل راجع به اف فور یا مثلا اثر فورت توضیح داده. این امکان وجود داره که متنش هم در همون برنامه که یک برنامه به نام راندوو اوک ایکس، یعنی اینکه اپوینتمنت وید ایکس که توی شبکه فرانس انفو پخش میشه، ممکنه متن اون برنامه رو هم گذاشته باشه که اگه متنش باشه اون وقت با گوگل ترنسلیت این دوستمون میتونن انگلیسیش رو ببینن، البته با فرض اینکه ممکنه مثلا فرانسه زبان نباشن دوستمون. ولی حتما من براشون میفرستم، لطفا مشخصات ایشون رو برای بنده نگه دارید. در فورم قرار میدیم. اوکی بسیار عالی. سوال دیگری که مطرح شده بود این بود که در ایران که منابع به هر حال منابع غیر معتبر وجود دارن و به هر حال خیلی چیزهایی رو بیان میکنن که ممکنه صحت نداشته باشه، فکت و غیر فکت رو چجوری میشه از هم تشخیص داد؟ فکر میکنم که شاید این در این سوال در نیمه اول جلسه امروز مطرح شده باشه، چون در نیمه دوم مفصل راجع به این قضیه توضیح دادیم. فقط من مایلم حداقل اون چیزی که خود من در جستجوی فکت ها بیشتر بهش معمولا پرداختم و بهش اعتقاد دارم، در مورد کشور ایران خیلی بهش اعتقاد دارم، اون رو یک بار دیگه یادآوری بکنم. و اون روش استخراج فکت ها از کسایی است که فکت ها به ضررشونه. ببینید من شخصا خودم به این قضیه خیلی معتقدم و فکر میکنم که در مورد کشور ایران هم کاملا این کار ممکنه. یعنی مثلا فرض کنید که در مورد خدمت شما عرض شود که اگر بخوام اون مثال که قبلا چون راجبش صحبت کرده بودیم در مورد مثال انتخابات، من اولین جایی که در مورد انتخابات 88 به سمتش رفتم ادعاها و ارقام و اطلاعاتی بود که توسط کسانی که مدافع انتخابات بودن منتشر شده بود. در خیلی از موارد دیگه شما کسانی هستن که ممکنه که به اون افراد اعتماد نداشته باشید، ولی واقعا اگر که وقت بذارید و در اظهارات و مستندات و گفتگوها و چیزهایی که توسط اونها بیان شده بگردید، مستندات کافی رو پیدا میکنید. غیر ممکن نیست و خیلی هم میخوام بگم در موارد مختلف جواب میده، منتها وقت گیره. در نتیجه من میخوام بگم که اگر بین روش‌های جستجوی فکت من میخوام بگم انتخاب شخصی خودم کدومه، اولین جایی که من در هر مورد برم و دنبالش میگردم اظهارات کسایی که دارن از یک فرضیه دفاع میکنن برای رد اون فرضیه. خیلی وقتا اطلاعاتی که از اونجا میشه در آورد باور نکردنیه، از نظر اینکه یک فرضیه رو بشه باش اثبات کرد یا رد کرد. اشاره کرده بودن یکی از دوستان به اون داستان آخر جنگ که اون فرضیه شما در مورد پایان جنگ از کجا اومده. اجازه بدین من این رو اشاره دارم به مطلب مربوط به نحوه پایان جنگ و اینکه آیت الله خمینی چنان از شکست های نظامی آخر جنگ ناراضی بود که حکم میداد که اون حکم این بود که در واقع فرماندهان مقصر این شکست ها اعدام بشن، اگرچه خب در عمل این اتفاق نیفتاد به دلایل مختلف. اشاره کردن که این فرضیه شما از کجا اومده، من میخوام فقط یادآوری کنم که من به اون داستان اسم فرضیه روش نمیذارم. لزوماً ما در یک مطلب فکت محور ممکنه که منظور اون این نباشه که یک فرضیه ای رو اثبات بکنیم، بعضی وقتا میخوایم یک واقعیتی رو بیان بکنیم که اون واقعیت برای مخاطبان تکان دهنده و جدیده. اینطور نیست که مثلا اینطور نیستش که وقتی که شما سراغ داستان میرید در واقع به صورت تردید که آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده شروع بکنید، بلکه خودتون ممکنه در یک فرایندی فکت هایی رو جمع کردید که وقتی شروع میکنید به نوشتن مطلب دیگه در موردش به جمع‌بندی رسیدید. مثال من میزنم، من در مورد همین مطلب خاص که دوستمون اشاره کردن جرقش توی ذهن من وقتی اومد که خاطرات 1367 هاشمی رفسنجانی رو میخوندم و توی اون به مکاتباتی برخوردم که او داره میانجیگری میکنه
برای اینکه بعضی از فرماندهان سپاه محاکمه صحرایی نشن، در حالی که به خاطر عقب نشینی های سریع خودشون سازمان قضایی نیروهای مسلح مصمم شده بود که اینها رو محاکمه صحرایی بکنه. این طبیعتا جرقه داستان بود تو ذهنم، تا اینکه مدتی بعد من برخوردم به فکت دیگری که در واقع فرمانی بود از آیت الله خمینی که در صحیفه نور هم از قضا اومده، یعنی جز اون چیزایی نیست که، چون میدونیم بعضی از مکاتبات خیلی حساس بوده که بعداً اینها رو نیوردن توی صحیفه نور، این از قضا از اون چیزایی واسه که توش اومده که داره به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور میده کسانی که مسبب شکست نظامی ایران بودن اینها بدون رعایت تشریفات دست و پاگیر محاکمه بشن و اعدام بشن. خب طبیعتاً یک همچین فکت هایی در یه مدتی وقتی جمع‌آوری شد دیگه من شخصا جنبندیم رو به دست آورده بودم که این اتفاق افتاده، اینا دیگه چیزهایی نبودن که من میگم خب حالا یه روایت اینه یه روایت اونه، نه، وقتی که چیزهایی در حد مثلا دستور رهبر به سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده این دیگه فکت های محکمه. تا وقتی که بحث بالا گرفت، یعنی زمانی که رحیم صفوی در واقع فرمانده سابق سپاه پاسداران این اومد در واقع چیزی رو انتقادهای رو علیه هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و جواب هاشمی رفسنجانی این بود که کسانی که یک زمانی قرار بود اعدام بشن و ماها نذاشتیم به خاطر وضعیت جنگ اینها الان اومدن حرفای میزنن. اون داستان اخیر فقط باعث شد که موضوع اعدام ها یا یعنی در واقع محاکماتی که قرار بود آخر جنگ انجام بشه دوباره در معرض توجه افکار عمومی قرار بگیره، و وقتی که در معرض توجه افکار عمومی قرار گرفت اصطلاحاً به اصطلاح روزنامه‌نگاری شد پگ یک روزنامه‌نگار که میخواد راجع به این کار بکنه، یا بهانه یا انگیزه یک روزنامه‌نگار که میخواد راجع به این کار بکنه. چون طبیعتاً شما وقتی میخواد راجع به یک مطلبی اطلاع رسانی کنید یا چیزی بنویسید یه بهانه‌ای واسه پرداختن بهش باید وجود داشته باشه دیگه، نمیتونید بگید که 5 ماه پیش بحثی در جریان بود حالا بیایید الان راجع بهش چیزی بخونیم، نه، باید یه چیزی باشه که اخیراً اتفاق افتاده، و اون شد اون بهانه در واقع تهیه یک مطلب در حالی که مستنداتش در طول یک مدت و بدون عجله جمع‌آوری شده بودن. خیلی وقتا اینجوریه که ممکنه شما یه مستنداتی رو می‌بینید که ماهیتاً براتون جالب به نظر بیاد، اینها رو جمع‌آوری می‌کنید برای زمانی که بهانه تهیه یک مطلب در مورد اون ایجاد بشه. و آخری رو من یک دقیقه بگم، دوستی اشاره کردن به اینکه یالسارات ارگان انصار حزب الله نوشته که در مورد واقعه شارلی ابدو باید حساب فاعل و فعل رو جدا کرد، یعنی اینکه فاعل درسته که کسانی بودند که از نظر مثلا نشریه یالسارات هم مورد قبول نیستند، چون به هر حال گروهایی هستند که گروهای افراطی هستند که اونها مثلا با شیعیان هم مخالفند، لابد از این نظر داره میگه دیگه، یا اینکه مثلا دارن با حکومت سوریه میجنگند که سو حکومت سوریه متحد ایرانه، اما درسته که اون کسایی که این کارو کردن آدمای خوبی نیستن اما فعلشون قابل دفاعه، یعنی اومدن رفتن روزنامه‌نگاران رو زدن که اون روزنامه‌نگاران مستحق مرگ بودن به خاطر توهین به مقدسات. دوستی راجع به این پرسیدن، به هر حال من اجازه بدین اینو عرض کنم که اصولا این رو من از مقوله فکت نمیدونم، چیزی که در واقع در اون نشریه بیان شده یک تحلیل عجیب و غریبیه که خب اونها لابد بهش معتقدن که بیانش کردن، مدعی نیستن که اطلاعاتی راجع به این قضیه دارن دیدن، اگه من سوال دوستمون رو درست متوجه شده باشم، یا حتی خودشون هم مدعی نیستن که فکسی رو دارن عنوان میکنن. اما اگر منظور ما این باشه که ما مثلا نوشته‌ای مثل نوشته یالسارات رو میتونیم فکتی بدونیم در جهت حمایت ایران از مثلا اقدامی که در پاریس اتفاق افتاده، به نظر من این به عنوان فکت ضعیفه، یعنی شما طبیعتا میتونید به این قضیه رجوع بکنید از این جهت که